همیانان گرامی، من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم. در این برنامه امروز آقای ایرج مصداقی که معروف حضور همگان هستند شرکت دارند. آقای مصداقی با یک حافظه نیرومند، ذهن وقاد و هوش سرشار خودشون هر آنچه را که خواندند و شنیدند و مطالعه کردند به صورت به حال زندگی نامه کسانی که در کشت و کشتارهای جمهوری اسلامی دست داشتند ورود پیدا کردند. ایشان اخیراً یک فصل مفصلی در باب سید حسین موسوی تبریزی نوشتن که بسیار بسیار خواندنی است و به همین مناسبت ازشون تقاضا کردم نکات مهم این زندگی نامه رو برای ما لطف کنن، تعریف کنن. آقای مصداقی سلام بر شما. سلام میکنم خدمت شما جناب مهری، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید تا با هموطنانمون همراه باشم. خواهش میکنم. آقای مصداقی، این زندگی نامه خیلی طول کشید تا نوشتی؟ چون خیلی نکات داره توش. بله بله، خب در هر صورت در طول در واقع 37-8 سال گذشته من با اینا زندگی کردم و موضوع جدیدی نیست که بخوام عناصر اون رو اینجا و اونجا پیدا کنم. بخشای زیادی از اینها رو خب از اونجا که خودم از نزدیک در جریان بودم یا دنبال میکردم در ذهنم دارم. موقعی که میخوام این رو به رشته تحریر در بیارم فقط میمونه مأخذها یا در واقع منابعی که فکر میکنم در واقع جاش کجاست یا کجا خوندم یا کجا میتونم پیدا بکنم. برای همین فرصت در واقع زیادی ازم نمیگیره و نسبت به حالا دوستان دیگه‌ای که ممکنه در این زمینه تحقیق بکنن و همین دلیل من فکر میکنم انرژی کمتری نسبت به بقیه بزن. خیلی ممنون ازتون. بفرمایید این سید حسین موسوی تبریزی به حال زادگاهش کجا بوده، تحصیلاتش چه بوده که توانسته به هر حال یکی از شخصیت‌های آدمکش جمهوری اسلامی بشه؟ ببینید ایشون در محله شتروان تبریز به دنیا اومدن و داماد آیت الله نوری حمیدانی هستن که امروز مرجع تقلید مورد علاقه خامنه ایست، هرچند مقلدان آنچنانی ندارد و با بودجه های دفتر و بیت رهبری در واقع اداره میکنه طلاب خودش رو و شهریه میدونه. و آقای موسوی تبریزی به لحاظ مدارج حوزوی تحصیلات آنچنانی نداشت، ولی که بعد از انقلاب میدونید که اصولا نیازی نبود که شما مرتبت حوزوی داشته باشید یا از صلاحیت های به اصطلاح حوزوی برخوردار باشید. همین که به نهاد قدرت نزدیک بودید، همین که خوی جنایتکارانه داشتید، همین که در واقع تلاش میکردید پایه های جمهوری اسلامی رو تحکیم ببخشید، شما میتونستید در نظام قضایی یا سیاسی یا امنیتی و اطلاعاتی رشد کنید. این نکته اصلی بود که خب موسوی تبریزی ازش برخوردار. ویژگی او شقاوتش بود، بیرحمیش بود و سرسپردگیش به خمینی و همچنین احمد خمینی بود. به همین دلیل بود که پله های ترقی رو پشت سر هم طی کرد. و میدونید از اونجایی که ایشون در تبریز بود، تبریز یکی از مراکز یا میتونم بگم مهمترین مرکز قدرت آیت الله شریعت مداری بود و آیت الله شریعت مداری به عنوان یک رقیب محسوب میشد برای خود، برای اینکه دیگر آیات مثل حالا آیت الله مرعشی نجفی و یا آیت الله گلپایگانی کمتر درگیر مسائل سیاسی بودند و خمینی در واقع خطر کمتری از جانب اونها احساس میکرد، به خاطر اینکه بخش زیادی از جامعه ایران، حالا هموطنان
آذری هستند و همچنین میدونیم اقتصاد ایران به ویژه به اینها وابسته بود، یا اونا نقش بسیار بسیار مهمی در بازار داشتن. همه اینا دست به دست هم میداد تا، و اینا غالبا هم از هواداران آیت الله شریعت مداری بودن. تبریز همیشه یکی از پایگاه های انقلاب بوده در ایران، جنبش بوده در 120 سال گذشته، و به همین دلیل هست که میبینیم خمینی این حس رو داشت و یک کسی رو میخواست در اونجا که بتونه ابزار سرکوب باشه، ابزار مهار آیت الله شریعت مداری باشه، به خصوص حزب خلق مسلمان باشه که وابسته بود با آیت الله شریعت مداری. همه اینها دست به دست هم میداد و یک در واقع زمینه ای رو ایجاد میکرد که توی اون زمینه موسوی تبریزی میتونست رشد بکنه. و از طرف دیگه نزدیکی او به حزب جمهوری اسلامی که حزب در واقع روحانیت بود، تشکیل شده بود برای قبضه قدرت، برای بیرون راندن یا به کنار انداختن نیروهای سیاسی و رقبا، در واقع میتونم بیا حزب که چرس کنم یک جبهه بود از نیروهای رژیم که تشکیل شده بود برای این امر. و خب در تبریز کسی مثل موسوی تبریزی عملا میانه‌دار بود و او بود که میتونست نقش بسیار مهمی رو بازی کنه. نکته دیگری که بخوام خدمتتون عرض کنم این بود که خمینی برای تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی نیاز داشت به نیروهای فعال، کسانی که سنی ازشون گذشته بود یا حالا مراتب بالای حوزوی داشتن. اینا نمیتونستن در صحنه عمل کمک بکنن به او و نمیتونستن اون تحرک یا اون در واقع پویایی که ممکن بود این نیروهای جوان داشته باشند اونا داشته باشند. و از طرف دیگه سرسپردگی بود. نیرو هرچه جوانتر بود، هرچه در واقع مرتبت پایین تری داشت، به طبع گوش به فرمانتر بود و تلاش میکرد که با در واقع سرسپردگی که از خودش نشون میده بتونه پله های ترقی رو سریع تر تون کنه. به همین دلیل موسوی تبریزی تونست که بالا بیاد. یکی از موارد مهمی که او رو بالا آورد میدونید همون سرکوب حزب خلق مسلمان بود در سال 58 و جنبش اعتراضی که در تبریز شکل گرفت بعد از حمله به خونه آیت الله شریعت مداری در قم، درگیری هایی که در قم بود و خب میدونید در تبریز سرکوبی کردن، اونجا تعدادی رو اعدام کردن و بعد حتی ریشهری به تبریز رفت و تعدادی از کسانی که متهم بودن به پایگاه هوایی اونجا حمله کردن یا اونجا اشغال کردن اونها رو اعدام کردن. بنابراین تبریز کانون یک سری مخالفت ها بود و موسوی تبریزی یک کتاز اونجا بود. فرماندهی سپاه رو هم او تعیین می‌کرد. ببینید فقط دادستان انقلاب اسلامی نبود، بلکه در اونجا فرمانده سپاه رو تعیین میکرد، نیروهایی که در سطح شهر بودن رو تعیین میکرد و همه از او به نوعی حبشنوی داشتن و هدایت اونها به دست موسوی تبریزی. وقتی خمینی این رو از او دید، مسئولیت دادگاه انقلاب اسلامی هم آذربایجان غربی و هم آذربایجان شرقی رو روز بود. و البته دو تا برادر هم داشت که اونها حکام شهر بودن، حسن و محسن، و اونها هم در جنایت دست داشتن. اینها زمینه شد. و بعدش نکته مهمتری رو که باز خدمتتون عرض کنم، مسئله سینمارکس آبادان. سینمارکس آبادان میدونید که توسط روحانیت در سال 58 28 مرداد ماه اونجا رو آتش زدن و رد پای موسوی تبریزی و آیت الله نوری همدانی پدر همسرش در این جنایت دیده میشه. به ویژه که این مسئله رو آقای نوریزاد هم تاکید میکنن به نقل از شیخ علی تهرانی که همون روزها آقای نوری همدانی به ایشون گفته بود که کار ماست. لااقل این رو آقای نوریزاد به نقل از ایشون میگن. ولی بحث بر سر اینه که در همون روزها موسوی تبریزی در آبادان و حتی بعدها میدونید که ایشون چون همون شرایط دستگیر شده بود و یک کشیده ای از یک افسر شهربانی خورده بود که بعدها همین رو بهانه کرد و همون افسر شهربانی رو به قتل رسوند به اتهام شرکت در آتش زدن سینمارکس آبادان. نکته عجیب اینه که این افسر حتی موقع سرپست نبود. ایشون در
مرخصی به سر می برد و بعد اومده بود تلاش کنه کمک کنه حتی به در واقع اتباع حریق. ولی بحث بیشتر اینجا بود که روحانیت متهم بود و نظام حاکم متهم بود. حسین تکبری‌زاده دستگیر شد، هرچند اول انقلاب اون رو آزاد کرد ولی کن باید به این سر و شکل بود. توجه بکنید بهشتی که در مقام چرا آزاد شد؟ چرا آزاد شد؟ بعد از انقلاب اون رو آزادش کردن، ولی که خب آبادان در دست اینها افتاده بود. رشیدیان که نماینده مجلس بود از آبادان، بعدها ایشون رئیس کمیته بود. خود این فلاحیان اون موقع اونجا بودش، کمیته رو اداره میکرد، بنیاد مسکن رو اداره میکرد و بعد حتی نیروهایی که درگیر بودن در این آتش زدن همشون مسئولیت داشتن. اون فقط اینا نبود، کیارش بود که بعدا نماینده مجلس شد، اینا همه دست داشتن. جدای از این مسئله باید این رو توجه داشته باشیم که خب انقلاب شده بود، آیت الله جمی که ایشون هم به نوعی دخیل بود یا اطلاع داشتن، در هر صورت همه اینها اینا خب قدرت داشتن و میدونستن که خب این تکبری‌زاده اگر دستگیر باشه به تبع به نوعی پای اونها هم به وسط بود. ولی بس اینجا بود که بهشتی و قدوسی هر دوی اینها هم به نظر من در این جنایت بزرگ دست داشتن. از چه بابت؟ از بابت اینکه موضوع رو میخواستن سرهم بیارن، موضوع رو میخواستن متوجه جای دیگری بکنن و همون اتهاماتی که قبلا به ساواک زده بودن و رشید رژیم سلطنتی زده بودن رو تکرار کنن. به همین دلیل نیاز داشتن یک کسی رو که کاملا بهش اعتماد دارن، یعنی دست پرورده خودشون هست، رو مسئول این پرونده. توجه داشته باشید موسوی تبریزی رو که نماینده مجلس بود، یعنی طبق قانون اساسی اساسا ایشون نمیتونست حاکم شهر بشه به خاطر اینکه تفکیک قواست کاملا مشخصه. اومدن خب ایشون رو اول گذاشتنش در همون جا، در همون دادگاه. این رو داشته باشید. در حالی که آقای شیخ علی تهرانی که اون موقع با بهشتی هم چپ افتاده بود، با حزب جمهوری اسلامی هم چپ افتاده بود، ایشون آمادگی خودش رو اعلام کرده بود برای محاکمه همین سینوارکس. اما خب میدونستن شیخ علی تهرانی کسی نیست که اختیارش در دست اینها باشه و احتمالاً میره به دنبال کشف حقیقت. به همین دلیل بود که سعی کردن اون رو کنار بذارن، سعی کردن اون رو خاموش بکنن و یک کسی مثل موسوی تبریزی که دست آموز خودشون بود رو مسئول این پرونده کنن. ببینید از آذربایجان غربی اون رو فرستادن به آبادان، یعنی از شمال غربی ایران اون رو فرستادن به جنوب غربی ایران و او رو مسئول این پرونده کردن. و خب دیدیم که چه کردن. یکی از مواردی که او روش دست گذاشت در واقع برای اعدام صاحب سینمارکس آبادان، که اصلا اون موقع تهران بود و در آبادان هم نبود، آقا وسایل اتباع حریق ایشون تأمین نکرد. حالا توجه بکنید همین فاجعه‌ای که در ساختمون پلاسکو ایجاد شد، شما دیدید چند نفر رو باید سر این اعدام کرد، از شهردار گرفته تا مسئولین بنیاد مستثمر. اگر اینها به چنان عدالتی باور دارن و همچنان تایید میکنن اون چیزی که انجام دادن، حتی اگر فکر کنیم هیچ نقشی روحانیت نداشته که داشته، میخوام بگم که یعنی اینها مطلقاً دارای وجدان نیستن. و امروز خب میدونید این آدم اصلاح طلب مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم رو اداره میکنه، نمیدونم با خاتمی میشینه، با اصلاح طلب ها میشینه، با بیت آیت الله منتظری میشینه. و ولی بحث بر سر اینه که خب این جنایت بزرگ رو که صدها تن در زنده زنده در آتش سوختن رو اینها در واقع بهش رسیدگی نکردن و دیگرانی رو که هیچ نقشی در این ماجرا نداشتن رو مقابل جوخه اعدام قرار دادن و دو تا جنایت کردن. یه بار آتش زدن و مسئولیتش رو نسبت به دوش رژیم سلطنتی انداختن و یک بار کسانی که بیگناه بودن، هیچ دستی در این ماجرا نداشتن، اونها رو به این اتهام به قتل رسوندن. یعنی این دو تا جنایت بزرگه که موسوی تبریزی مرتکب شد. و همین دلیل بود که او بالو پر گرفت، اومد این و حتی دادگاه سعادتی رو به او سپردن که باز هم یکی از مواردی بود که هم بهشتی و هم قدوسی پشت ماجرا بودن و میخواستن به کسی بدن که از ابتدا
این ضدیت هیستریک با مجاهدین داشت. از همون سال 58 شما در خاطراتش ببینید برنامه جور میکردن برای خمینی که خمینی رو در مقابل اونها قرار بدن، از اولین روزهایی که خمینی به ایران اومده بود. حالا ببینید یک همچین آدمی رو میذارن که دادگاهی رو اداره بکنه، یعنی پیشا پیش حکم مشخص چه خواهد بود و اینا تماما با نظارت شورای نگهبان صورت میگیره. شورای نگهبانی که باید مفسر قانون اساسی بود، از قانون اساسی تفکیک قماست. اومدن چی گفتن؟ گفتن این فقط از یه جا حقوق بگیره، گویا مشکل فقط مالیه، یعنی اگه کسی از یه جا حقوق بگیره اشکال نداره قوه قضاییه در قوه مقننه دخالت کنه یا مقننه در نمیدونم مجری دخالت بکنه، فقط مثلا حقوقش حل بکنه. میخوام بگم خدمتتون که اینها بود که زمینه ایجاد کرد برای موسوی تبریزی که در این سیستم بیاد بالا. و خب بعدش ما میرسیم به موضوع سرکوب خونین دهه 60. البته در طی خود سالهای 58 و 59 او همچنان در آذربایجان غربی جنایت میکرد، ولی خب سرفصل 30 خرداد و اون سرکوب گسترده‌ای که در سراسر کشور ما شاهد ناظرش بودیم پله‌های ترقی رو برای او آماده کرد. و خب می‌بینیم موسوی تبریزی بعد از جنایات بزرگی که در تبریز مرتکب میشه در شهریور ماه سال 60، بعد از اینکه علی قدوسی در بمب‌گذاری که توسط یکی از نیروهای مجاهدین صورت گرفت فخرزاده او کشته شد، خمینی او رو به تهران خواست و او رو دادستان انقلاب اسلامی مرکز کرد و اختیارات ویژه به او داد. اینجاست که دیگه موسوی تبریزی یک کتازه. اولا خونش در جماران در جوار خونه خمینی بود و این خودش به او به اصطلاح نوعی دست بازتر می‌بخشید، یعنی نشون میداد خمینی چگونه پشت اوست. در همون روزهای اولی که ایشون به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز میرسه، در واقع بحثی در میگیره در درون رژیم، اینو خود موسوی تبریزی اشاره میکنه، مبنی بر این که مهدوی کنی وقتی اون در واقع انفجار نخست وزیری رو میبینه، انفجار حزب جمهوری اسلامی رو میبینه، نماینده های مجلس رو میبینه به قتل میرسن و خود پوپوسی که کشته میشه به هراس میبینه. میدونید روحانیت زبان زور رو خوب میفهمه، برخلاف ادعاهایی هم که میکنن. از اون ور به اصطلاح آیت الله مدنی که در تبریز هستش و در باز هم در یک بمب‌گذاری انتحاری مجاهدین کشته میشه، همه اینا دست به دست هم میده، مهدوی کنی به هراس میفته. مهدوی کنی در نشست در اون کنارن پیشنهاد میکنه که بریم آقای طاهر احمدزاده رو پیدا بکنیم و بیاریم اون رو واسطه بکنیم که مجاهدین دست از این اعمال بردارن، یک دو سه تا پست هم بهشون بدیم. اینجاست که موسوی تبریزی مخالفت میکنه، میگه شما اختیارات ویژه ما بدید، ما با سرکوب موضوع رو حل میکنیم. همون داستان نصب العین قرار دادن شعار النصر به رعب که اینا با رعب و وحشت میاد. مصاحبه های موسوی تبریزی هست، من بسیاری از این گفته ها، بسیاری از این مصاحبه ها رو آوردم، چه میگفت در رادیو، در تلویزیون، در مطبوعات. بحثی که اون مطرح میکرد این بود که اگر کسی رو در تظاهرات های ضد رژیم در شهریور و مهر ماه سال 60 بگیریم، نیاز نداره دادگاه بشه، همون توی خیابون دو تا پاسدار شهادت بدن، همونجا میتونیم حکم اعدام رو اجرا. این کاری بود که صورت دادن، این کاری بود که انجام دادن، این فقط تهدید نبود. حتی من وقتی دستگیر کردم برای اول بار در مهر ماه سال 60، به همین ترتیب منو اعدام مسمومی کردم. گفتم آقا دستور دادن نیاز نداری، تو زندگی پل رومی اونجا بازداشتگاه بود، بازداشتگاه در واقع داستانای مبارزه با مواد مخدر بود، منو گذاشتن و اعدام مسمومی کردن و من شانس آوردم، چون اون پاسداری که از بالا می‌خواست شلیک کنه من می‌خندیدم، شوخی هم می‌کردم با خود، چون تیری که شلیک کرد خودش نمی‌دونست لوله هست، از بالای سرم اومد و جلوی پام خورد زمین، یعنی اگر یه خود این ورتبول از وسط منو نصف کرد. می‌خوام اینو خدمتتون بگم، اینا اجرا می‌کردن در کوچه، در خیابان این اعمال رو صورت می‌دادن. و بعد او باز تاکید کرد اگر کسی زخمی بشه نیاز نداره شما ببریدش بیمارستان، مجروحشون رو تمام کش کنید.
اینا حرفایی است که موسوی تبریزی زده تو روزنامه، تو تلویزیون، تو مطبوعات، توی رسانه ها، و بعد هم تهدید میکرد اگر کسی به اینها جا بده، یعنی یه کسی شب خونه اینا به اینا جا بده، به خونه اینا برن خونهش بخوابن، حالا دوست، فامیل، آشناست، میگو با او هم همین در واقع برخورد رو میکنی، یعنی او رو به اعدام محکوم میکنی. جا دادن به نیروهای سیاسی میتونه منجر به در واقع اعدام بشه. اینا کارهایی بود که اینا صورت میدادن، بارها این کارو کردن، و حتی خودش میگه که خمینی در مهر ماه 1360 وقتی که بهشتی، عذر میخوام، وقتی که خامنه ای انتخاب میشه به ریاست جمهوری، به او در واقع التماس دعا داره به موسوی تبریزی، میگه تو رو خدا یه کاری بکنید لاغر شیش با باقی بمونه، یعنی خامنه ای رو نکشنش، یعنی اینقدر خمینی هم حراس داشت که مبادا او هم کشته بشه، و موسوی تبریزی به او قول میده، میگه نه ما میخوایم تهش در بیاریم. و خب اون اعدام ها و اون کشدار های وسیع باعث ایجاد حراس عجیبی در جامعه میشه، و اون جوخه های اعدام در هر صورت اون سرکوب و خفقان رو در کشور حاکم میکنه، و اینها موفق میشن که از اون روزهای که خطر رو احساس میکردن و بسیاری از نماینده های مجلس حتی جرئت نمیکردن در مجلس شرکت کنن، اینو رفسنجانی در خاطراتش میگه، و از خونه در واقع کاراشون رو انجام میدادن، به سلامت بزرگ کردن و تونستن تا امروز که 36 سال از اون روزها میگذره بر سر قدرت بانه. آقای مستاقی، این اصلاح طلبان در باب اینکه ایشون اصلاح طلب شدن اکنون و ادعای اصلاح طلبی دارن چی میگن؟ ببینید بس بر سر چه دلیلی دارن؟ هیچ دلیلی ندارن. خب همه اونها به نوعی در این مسائل دخیل و شریک هستن. ببینید اصلاح طلب ها یا کسایی که چنین ادعایی دارن، و من فکر میکنم اونها بیشتر استمرار طلب هستن تا اصلاح طلب. اونها میخوان هرچه بیشتر در قدرت حضور داشته باشن و به دنبال استمرار حضور خودشون در قدرت هستن. و خب اینها ملاحظه میکنید مثلا آقای موسوی تبریزی همراه با میرحسین موسوی در سال 88 به مسافرت‌های انتخاباتی به تبریز میره، به آذربایجان، یا دیدارهایی که به آقای خاتمی داره، یا اصلا مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در واقع در مقابل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و به اصطلاح بازوی اینها در حوزه علمیه قم. هیچ توجیهی اینا ندارن. بر همه اینها اگر توجه بکنید سعی میکنن یک چهره ظاهر و صلاحی از خودشون درست کنن. موسوی تبریزی همین روزها ادعا میکنه که در سال 60 یا در دهه 60 ما اصلا به زور این حجاب سر مردم نکردیم، بلکه ما درخواست کردیم از مردم، من و آقای رفسنجانی درخواست کردیم، و بعد از این درخواست بود که زنان میهنمون اینها با اختیار خودشو پذیرن. خب شما ببینید دروغ از این بزرگتر امکان داره؟ من در همین مقاله‌ای که نوشتم گفته های خود این فرد رو، تهدیدات او رو، تهدیدات رفسنجانی رو و قوانینی که تصویب کردن رو اونجا من توضیح دادم. تازه بماند که خود دهه 60 سال 60 جوخه‌های اعدام پشت سر هم دارن اعدام میکنن، اسمشون رو هر روز داره رادیو تلویزیون میخونه، و تو خیابون انواع اقسام گشت هاست، گشت القاره است، نمیدونم ترافیک جنازه است، کاروان های جنازه است که از جبهه میارن، این انصار حزب الله، حالا موقعش بودن امت حزب الله، اینا تو خیابون رو میافتن، نمیدونم بوی جبهه تو خیابون نمیاد، این داستانایی که اون روز علم میکردن و تیغ میکشیدن به زنان میهنمون، نمیدونم تیغ به مردان میکشیدن، پولیس میزدن، اینا چیزی که همه شاهد ناظرن. و بعد تهدیدات مؤکد، و اینکه حتی اگر ما ببینیم کسی در مراکز دولتی که باید رعایت کنن که هیچی، اگر بیرون هم ببینیم این کارمندا رعایت نمیکنن، اونجاست که ما به خدمتشون خواهیم رسید. ببینید این آدم حالا اینجوری میاد همه چی رو واژگونه جلوه میده، یا حتی راجع به اعدام ها، وقتی ازش میپرسن چند نفر اعدام کرد، یه مثلا نمیدونم، هیچ آماری ندارم. ببینید نظام جمهوری اسلامی تا این لحظه
بین سال 57 تا سال 50 تا آخر 52 رژیم جمهوری اسلامی به طور مرتب آمار مشخص از اعدام شدگان. چرا؟ چون در سالهای اولیه انقلاب هستیم، کشور در واقع نظام سلطنتی سقوط کرده و حالا اینا به عنوان یک نیروی جایگزین که در واقع اون موقع متاسفانه اینو بخوام خدمتتون عرض کنم که با حمایت‌های هم نیروهای سیاسی جامعه بود، اون اعدام‌های لجام گسیخته غیر قضایی و غیر انسانی ادامه داشت. خب اینا چون این حمایت رو می‌دیدن اعلام می‌کردن آقا اینقدر کشتیم، اونقدر کشتیم. بنابراین هم قدوسی، هم موسوی تبریزی و هم دیگر مسئولین رژیم اعلام می‌کردن آمار رسمی، ولی از سال 60 تا همین امروز که 37 سال میگذره، 36 سال دقیقا میگذره، اینا یک بار آماری راجع به تعداد اعدام شدگان چه در کشتار سال 60 چه در این چند دهه یا در همون دهه 60 ارائه ندادن. هر گاه هم که میدید هر کدومشون هم بگید میگه ما نمیدونیم، احتمالا اجل نمیدونن. یا بنابراین این رو میخوام خدمتتون عرض کنم، چون خودشون میدونن چه سیاهکاری کردن، خودشون بهتر از هر کسی به این امر واقفن، ولی همشون سعی میکنن موضوع رو به دیگران منتسب کنن یا اساسا گویا یه کسی یه سری آدم از کره مریخ اومدن اون اعمال رو انجام دادن. امروز هر کی رو میگن بازجویی بوده میگه من نبودم. معلوم نیست اول از اون مگه بازجویی بده؟ مگه در شما که افتخار میکردید به بازجویی، افتخار میکردید حکم خدا رو اجرا میکنید، شلاق خداوند رو میزنید، اگر اعدام میکردید میگفتید حکم حاکم شرع، حکم خداونده. حالا چجوریه که به هر کی میگن بازجویی بهش برمیخوره یا میره قسم و آیه که ما نبودیم، نمیدونم من اصلا نبودم، من رسمی نبودم، من هیچ موقع بازجو نبودم، و احتمالاً مثلا حتما باید هر کسی حکمی داشته باشه. در نظام جمهوری اسلامی که اینجوری نبود، همه فی سبیل الله در دهه 60 در جنایت شرکت میکردن، در جوخه اعدام شرکت میکردن، در بازجویی، در دستگیری، در شکنجه، در کشتار شرکت میکردن، میگفتن ثوابش رو میخوام ببریم. ولی امروز همشون منکرن، همشون میگن ما نبودیم. حالا کی بوده؟ والا ما خوندیم توش کی بود کی بود، من نبودم. آقای مستاقی عزیز بفرمایید که به چه دلیل این آدم رو، این موسوی تبریزی رو به عنوان خیمه شب‌باز و نمیدونم دروغگو و سفسطه باز معرفی کردن خود رژیمی ها؟ خب ببینید، به خاطر سوابق اینه، چون همه که میدونن اون چی کاره بوده، همه نسبت به این مسئله آگاهن، این چیزی نیست که کسی ندونه. به خصوص که موسوی تبریزی، شما الان ملاحظه کنید موسوی تبریزی میاد به نقل از خمینی مثلا میگه که آقا میگفتن در زمینه فساد نمیدونم یا و اثبات فساد مثلا نرید کنکاش کنید، نمیدونم به امیرالمومنین رجوع میده، به فلان رجوع میده. خب اونایی که اونو میشناسن میدونن که اساسا خود این آدم موضوع و محل مناقشه است، یعنی خود او متهم به فساده، خود او آدم فاسدی بوده به لحاظ اخلاقی. و خب برای کسانی که از نزدیک در جریان هم هستن این موضوع خب خیلی یه مقدار فشار هم بهشون میاره. اینه که خب میان به این ترتیب واکنش نشون میدن، چون که موسوی تبریزی در همون دهه 60 خب میدونید قدرت زیادی داشت، حتی تو حوزه علمیه داشت. اینا کسایی بودن که سازمان تبلیغات رو هم اداره میکردن، تبلیغات و حوزه میگو هم اداره میکردن، حتی بسیاری جاها امتحان میگرفتن. کسی که خودش پاش رو هوا بود یا اطلاع چندانی نداشت یا مدارک حوزوی آنچنانی نداشت، این میومد امتحان میگرفت یا این میومد دخل تصرف میکرد. شما نقش این موسوی تبریزی رو نگاه کنید در خلع مرجعیت آیت الله شریعت مداری، مصادره اموال آیت الله شریعت مداری، چه سیاهکاری هایی که این فرد در اون دوران نکرد و چه در واقع غارتی که نکردن. میدونید حتی اموال شخصی آیت الله شریعت مداری رو مصادره کردن با اون وضعیتی که بودن، و حتی اون اعتراف نامه‌ای که از آیت الله شریعت مداری گرفتن خب خیلی ها نمیدونن. خود حالا موسوی تبریزی به این مسئله اعتراف کرده که بخشی از سوالات رو اینا رو نوشته؟
بله موسوی تبریزی شخصا اضافه کرده، چون قرار بر وقتی که قرار شد که آیت الله شریعت‌علی ازشون یه اعتراف نامه بگیرن، یه توبه نامه بگیرن، یه متنی رو تهیه کرده بودن. این متن رو در اختیار موسوی تبریزی میذارن، چون میدونی موسوی تبریزی روابط بسیار نزدیکی با احمد خمینی داشت و احمد خمینی از طرف خود شخص خمینی مسئولیت برخورد با آیت الله شریعت مداری رو داشت و معرکه گردون بود. حتی در ارتباط با موضوع مصاحبه تلویزیونی و اعتراف نامه، خب خود موسوی تبریزی یه سری سوالات رو اضافه میکنه و به این ترتیب یا یه متنی رو اضافه میکنه که آیت الله شریعت مداری میبایستی اینها رو هم بگن و به نوعی براءت بکنن از هرچه نیروی در ایران، هرچه نیروی سیاسی، چون اینا تو دهه 60 نیاز داشتن دیگه. و خب این اعتراف از آیت الله شریعت مداری میگیرن. آیت الله شریعت مداری در چه وضعیتی قرار میدن که به آسونی این چیزها رو قبول میکنن؟ ببینید آیت الله شریعت مداری حسین هم بودن، به لحاظ شخصیتی هم در واقع تحمل یه همچین چیزهایی رو نداشتن. از طرف دیگه خود داماد ایشون آقای احمد عباسی، ایشون پاش گیر و او رو هم تهدید میکردن که اعدامش میکنن به خاطر توطئه در کودتا و اینها. خب این موضوع از اساس زیر سوال بود. این توطئه بود که حزب توده و بخش نظامی او با هدایت سرهنگ بیژن کبیری و سرهنگ هوشنگ عطاریان، فرمانده نیروهای در واقع ارتش در جنوب، و آقای بیژن کبیری فرمانده نیروهای در واقع کلاه سبز، اینها این پرونده رو راستوریز کردن. یعنی حزب توده با دو نفر مشخصا مشکل اساسی داشت، یکیش قطب‌زاده بود و یکی هم آیت الله شریعت. حتی علیه قطب‌زاده اینها اعلام شکایت کردن. قطب‌زاده رو با توجه به ویژگی های شخصیتی که داشت بهش نزدیک شدن از طریق همین بیژن کبیری و عطاریان. خب عطاریان رو بعداً به عنوان یه چهره‌ای آوردن با اینها دیدار میکرد، مبنی بر اینکه خب از فرمانداران و اینا مثلا میخوان کودتا کنن. ببینید همه پرونده شما قطب‌زاده رو برید نگاه کنید، دو تا نظامی دست میشه، یکیش وابسته نمیدونم تو سفارت، یکیش هم یه سرهنگ بنده خدا هیچ ربطی نداره، یه گروه دیگه از نمارا به اون وسته. یعنی ببینید یه سه چهار تا گروه سلطنت طلب در سال 60 و 61 دستگیر میشن در ارتباط با نمیدونم کودتا و این. شما نگاه کنید یه دونه نظامی خاطی اینا نیست. حالا کودتا رو چه جوری بکنید، با چه نیروی بکنید، با چه ترتیب می‌خواید بکنید، چجوری می‌خواید شهر رو بگیرید، چجوری می‌خواید این داستانایی که می‌گید اجرا بکنید با اون همه نیروی ارتشی سپاهی، نمی‌دونم نیروهای مسلح، نمی‌دونم بسیجی، چجوری می‌خواید بگیرید؟ هیچ اصلا بحث اینا نیست که نه عدالتی قرار برقرار بشه. احتمالاً حتی اون گروه‌های دیگر هم به نظر من بیشتر دستمخت همون بخش نظامی سازمان در واقع حزب توده هستش، چون بعد از دستگیری حزب توده شما دیگه مطلقاً بحث کودتا در ارتش، نمیدونم نیروهایی که این چیزا می‌خواستن حکومت تشکیل بدن دیگه نمی‌بینید. همش تو سال 61 در آخر سال 61 که در واقع این حزب توده ضربه می‌خوره، ما دیگه شاهد کشف هیچ کودتایی در داخل کشور نیستیم. ولی در ارتباط با قطب‌زاده اینجوری بود، اینا به این ترتیب وقتی قطب‌زاده رو انداختنش تو تور، فقط یه سری بحث بود، یه حرف علکی دور محفلی بشینید و یه حرفایی بزنید و بعد یه توطئه‌ای هم بکنید و بعد یه دو تا هم بیارید و یه در واقع مواد منفجری هم توی چای بذارید و اینا، تماما صحنه آرایی که پرونده برای قطب‌زاده بسازید. و بعدم یه جوری پای آیت الله شریعت مداری رو بکشید وسط که مثلا یکی بره، یه آخوندی بره اون مهدوی، یه پیش نمازی بود در نارمک، بره مثلا به ایشون میگه آقا یه خبرایی هم هست، بعد آیت الله شریعت مداری میگه چرا نیومدی اطلاع بدی. همه این داستانا رو سر هم کرده بودن و در واقع هم پای آیت الله شریعت مداری گیر بود به عنوان که آقا کودتا بوده، قرار بوده امامو بکشن، کشتار و وسیع بکنن، اینا اصلا خدا قابل نمیتونست دفاع کنه آیت الله شریعت مداری از خودش. با یه همچین پیش‌زمینه‌ای که ازش درست کرده بودن، دامادش هم گیر بود، میگفتن میخوام بکشنش و اینها، بنابراین او رو واداشتن به توبه و در واقع اظهار پشیمانی. اخیراً هم بازجویی‌هاش
تو چیز در تلویزیون ها آمد. بله بله من خود ریشهری پشت داستان بود و نکته عجیبش هم اینه وقتی حزب توده دستگیر کردن، ببینید چون ریشهری خودش از نزدیک با سرهنگ بیژن کبیری کار میکرد و با عطاریان کار میکرد و میدونستن و حتی میدونست کبیری توده ایه، تو دادگاهی که تشکیل دادن یه دادگاه رو دادن به یونسی و به آقای ریشهری ندادن. حتی دادگاه عطاریان و بیژن کبیری برخلاف دادگاه آقای افضلی اساسا دادگاه علنی نبود، یعنی دادگاهی بود که یونسی برگزار کرد. چرا؟ چون میترسیدن یه موقعی بخوان دادگاهی هم بزنن بیژن کبیری آقا شما من رو نمیشناختی، ما با هم پروژه اجرا نکردیم. حتی قبلش هم قدوسی در جریان بود، قدوسی با بیژن کبیری و با خود کیانوری در واقع اینها یک ساواکی رو دستگیر کرده بودن، یعنی قدوسی اجازش رو داده بود که اینا دستگیر بکنن و ببرن توی یک خونه تیمی حزب توده و اون رو شکنجه کنن و ازش اطلاعات بگیرن. حالا نکته جالب در جایی که اینا وقت دو خونه میرن یه همسایه با اینا مشکل داشته، میریزن خونه یه کمیته دیگه اینا رو دستگیر میکنن و داستان رو هوا میده. اینو تو نشریات رژیم هم نوشته اومده، آقای مهدی پرتوی مسئول سازمان نظامی حزب توده توضیحشو میده، ریز جریانات هم میگه. میخوام بگم اینو خدمتتون عرض کنم که اون موقع آیت الله شریعتی اینجوری پاش گیر بود و خب به طبع اینا ازش استفاده کرد. کی بوده که گفته 600 هزار نفر نه فقط 60 هزار نفر اعدام شدن؟ ببینید نه اینا میگفتن که اگر حتی در واقع نیاز باشه ما اینقدر کشته بشن ما مسئله نداریم. ببینید نه ذهنیت این هاست در واقع اون موقع خود همین آقای موسوی تبریزی میگفت اگر نیاز بشه برای پیروزی اسلام یا نظام اسلامی 60 هزار تا که 600 هزار تا کشته بشه، حتی بعدها بیشتر هم میگفتن. یعنی میخوام بگم ببینید اینا عدد و رقم براشون مهم نیست، اینا برای تحکیم پایانی نظام هر جنایتی میکنن در طول سالها هم نشون دادن و به هیچ ارزشی پایبند نیستن. میگفتن ما بچه های صغیر رو اعدام نکردیم، 16 سال ها رو اعدام کردیم، در حالی که منتظری گفته بود کسانی رو که اعدام کردن 13-14 سال داشتن. بله من خودم از نزدیک میشناسم، رابیشو دروم یه فاطمه مصباح یکی شناسنامش هم موجود که 13 ساله بود اعدامش کردن در تهران و همه خانوادش هم اعدام شدن یا در درگیری کشته شدن، پدر، مادر، خواهر، برادر، یه خواهرش 15 سالش بود عزت مصباح. این یه نمونه نبوده، نمونه های بسیار بسیار زیادی بوده. من قبلا هم مقاله نوشتم راجع به این موضوع توضیح دادم. من خب میگن چون نمیخوان مسئولیت بپذیرن. زنان باردار هم مثل که زیاد کشتن. بله در همون سال 60 خب بعضیا سخت جنین میکردن، مواردی بوده از اعدام زنان باردار و خب متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی با توجه به رسانه‌هایی که داره امروز هم تلاش میکنن که به قول خود خامنه‌ای جای شهید جلاد عوض کنن. حالا اون متهم میکنه که در واقع رسانه‌ها من و شما و ما ها میخواییم جای شهید جلاد، یعنی لاجوردی شهید بنده و سرکار جلاد. یعنی این اتفاقا من که می نویسم مقالات رو و الان چند تا مقاله در همین طول یک سال گذشته من نوشتم، فقط به خاطر اینکه نشون بدم دهه 60 چی بوده، نشون بدم اون چی که اینها ادعا میکنن نبوده. این که مثلا یه عده‌ای داشتن اینا فرشته‌ای بودن که کشور رو از دست داعش نجات دادن، داعش خود اینا بودن که بر کشور ما حاکم شدن، خودشون داعش. بله نه امروز تلاش میکنن این چیزها رو بگن و این فساد حاکم بر کشورمون خب این نشأت گرفته از خود این رژیم، سران این رژیم. شما ملاحظه بکنید موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی ایشون خودش مظهر فساد بود. آقای ربانی املشی رو که دادستان کل کشور بود ایشون رو کنار گذاشتش خمینی. ببینید در سال 61 خمینی 3 نفر از اعضای شورای عالی قضایی رو برکنار کرد، آیت الله جوادی آملی، آیت الله محمد مؤمن و آیت الله ربانی املشی. چرا؟
به علت اینکه ربانی املاشی به عنوان داستان کل کشور شنود گذاشته بود برای همین موسوی تبریزی، برای اینکه فسادش رو مسترد کنه. از اونجایی که معادی خواه وزیر ارشاد اسلامی همون موقع به خاطر فساد و اینکه علنی شده بود فسادش برکنار شد، علارغم اینکه خیلی هم در نظام جایگاه داشت، ولی چون علنی شد خمینی میخواست گوبر در هجله بکشه که دیگه اجازه نده کسی جرأت بکنه برای روحانیت و در آوردن فساد روحانیت شروع بگذاره. به همین دلیل بود که این ستا رو در واقع از شورای عالی قضایی برکنار کرد و سعی کردن حالت استعفا بهش بدن. اون دوتا که راضیشون کردن که بگن ما استعفا بدن، یعنی مؤمن و آقای جوادی آمودی، اما املاشی نپذیرفت و به همین دلیل از چشم افتاد. البته رفسنجانی خیلی کارگزاری کرد تا اینکه در واقع او رو بکنش عضو شورای نگهبان که در واقع نگهش دارن در نظام و بیرونی نشه داستان ها. خب میدونید 6 ماه بعد گفتن تو قرعه کشی شورای نگهبان، ایشون 6 ماه فقط عضو شورای نگهبان بود، ایشون از قرعه افتاد کنار و رفسنجانی هر کاری هم کرد که به این یه پست مقام دیگه خمینی بده نداد، بلکه رفسنجانی خودش در میگه بعضی موقع نماز جمعه نیاد که این بیاد نماز جمعه بخونه، تا بعدم که خب ایشون در سال 64 درگذشت. خب ببینید و بعد از اون طرف بیایید نگاه کنید، موسوی تبریزی همچنان در قدرت میمونه، ولی چون سنبه پرزوره داستان دیگه بالا گرفته، زن موسوی تبریزی که دختر آیت الله همدانی، بله نوری همدانی هستن، معترض هست، بالاخره پست دادستانی انقلاب اسلامی رو برداشتن تا آهسته آهسته موسوی تبریزی رو بزنن کنار، ولی کسی نفهمه پست رو اساسا برداشتن و موسوی تبریزی به این ترتیب کنار رفت، ولی خمینی گفت باز هم راضیش کنید. به همین دلیل بود که اجازه دادن وارد مجلس شورای اسلامی بشه، وارد مجلس خبرگان رهبری بشه. بعد از مرگ خمینی اجازه شرکت در خبرگان رو پیدا نکرده و در واقع از طرف اون جناح یا جناح خامنه‌ای مطرود شده. چرا؟ چون خامنه‌ای هم مستقیما در جریان پرونده است. پرونده این رو دادن دست رازینی و پور محمدی از طرف خمینی، چون خمینی متوجه شده بود رو پرونده دارن کار می‌کنن، داد دست اینا و اینا رو پرونده کار کردن و کاملا در اومد. اون خانومی که با این رابطه داشت مثلا زندانی بوده، چون با زندانی‌ها رابطه داشت، با خانواده زندانی‌ها سوء استفاده می‌کرد و خب حالا یه عده بدبختی دستگیر شده بودن، خود این دادستان اینو بازجوییش کردن، تحقیق کردن و به سمع خمینی رسوندن. منتها حتی به خمینی جرأت نمی‌کردن خیلی موضوع رو باز کنن، مبادا با خشم خمینی روبرو بشن. اینو خود چیز توضیح میده در اون گفتگویی که با رمز عبور داره خود رازینی. و بعد خمینی وقتی میبینه اینا دارن ماسمالیش میکنن دیگه رضایت پیدا میکنه و پرونده رو بسوزونی، از اینا میخواد که پرونده رو نابود کنن. رازینی میگه من آقا من مسئولیت نمیپذیرم. بعد قرار میشه پرونده رو بدن به خامنه ای، میدن به خامنه ای و حالا دیگه پرونده رو خامنه ای چیکارش میکنه نمیدونم، ولی در هر صورت پرونده به اینجا داده میشه. این وضعیت روحانیته، این وضعیت دادستانیست که شلاق میزد به مردم به خاطر فساد، دستگیر میکردن مردم به خاطر فساد. بعد نگاه کنید خودش به چه ترتیب عمل کرده. لاجوردی هم زمان همین آدم بود دیگه. بله لاجوردی ببینید اون موقع دادستان انقلاب اسلامی مرکز بود، ایشون دادستان کل انقلاب بود. من یکی دوبار گفتم مرکز، اشتباه گفتم، ایشون داستان کل کشور بود، لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز بود. ولی لاجوردی زیر نظر ایشون نبود به خاطر اینکه لاجوردی حکم مستقیم از خمینی داشت، خمینی تاییدش کرده بود، بهشتی انتخابش کرده بود، قدوسی با تایید خمینی و با حکم خمینی نگذاشته بودن. لاجوردی خودش هم میگفت من منصوب از طرف امام، به امام منصوب بودم. ولی اینا با هم درگیری داشتن. چرا؟ چون در واقع در یک اقلیم دو پادشاه نمی‌گنجن. درگیری که داشتن، ایشون سعی میکرد لاجوردی رو کنار بگذاره تا نفر خودش رو که فلاحیان بود به قدرت برسونه. فلاحیان چه نزدیکی داشت با آقای موسوی تبریزی؟ از تو آبادان داشت، از سر قضیه پرونده سینما رکس آبادان داشت،
اینا از اونجا با هم نزدیک بودن و این تلاش میکرد که او رو به قدرت برسونه. خیلی هم تلاش کردن، یک بارم لاجوردی رو برکنار کردن، موسوی تبریزی او رو برکنار کرد با اشاره خود خمینی، به خاطر اینکه جنایات لاجوردی در اوین برملا شده بود. اما مؤتلفه ای ها رفتن پیش خمینی و به او گفتن اگه لاجوردی رو کنار بذارید جبهه شل میشه، نمیدونم فلانجا این در واقع سست میشن و اینها. بنابراین خمینی دوباره دستور داد که لاجوردی، این اتفاق در سال 61 افتاد، دوباره به قدرت بازگرده و همچنان به کار خودش ادامه. در سال 61 چه کسی اعلام کرد که قوانین دادگستری همش ضد اسلامیه؟ ببینید هم ایشون هم موسوی تبریزی مثلا تاکید میکرد، حتی خود موسوی اردبیلی این رو میگفت، حتی در سخنرانی که موسوی اردبیلی پیامی که برای عید نوروز سال 62 داد تاکید کرد دیگه از این به بعد در واقع دادگستری اسلامی است، دیگه نور علی نور، همه جا در واقع برکت میباره. اینها هم مطرح میکردن که قوانین اسلامی رو در واقع باید حاکم کرد. به چه ترتیب؟ دیدن قوانینی که در رژیم سابق بوده اینا رو باید دور ریخت و نکتهش اینجا بود، حکام شهر با توجه به در واقع فتاوی موجود یا نمیدونم بر اساس روایات، اینا خودشون میتونن از قوانین استفاده کنن. یعنی کشور هیچ قانونی نداشت، قوانین اون موقع رو ملغا کرده بودن، خود حاکم شهر شده بود قانون. حالا بره من تحریم وسیله امام بخونه یا روایات رو بخونن بر اساس اون حکم بدن و بر اساس اون مجازات. نقش موسوی در کشتار 67 چه بوده؟ ببینید ایشون نقش، خب در کشتار 67 نقش مستقیم نداشت به هیچ وجه، چون اون موقع کنار گذاشته شده بود، نماینده مجلس بود و البته خب قدیم توجه داشته باشیم بسیار کسایی که در کشتار 67 اعدام شدن توسط ایشون دستگیر شده بودن، توسط ایشون محاکمه شده بودن یا توسط ایشون به زندان محکوم شده بودن و در زندان بودن، اینو داشته باشیم. اما خود ایشون، شما ببینید الان سه دهه ما از کشتار 67 میگذریم، در همین بعد از پیام انتشار پیام یا انتشار نوار صوتی دیدار آیت الله منتظری با اعضای هیئت کشتار سال 67، ایشون یکی از کسانی بود که مخالفت کرد و گفت این برخلاف منافع نظام جمهوری اسلامی است، نباید این کارو میکردن و در واقع در تایید اون کشتار صحبت کرد. نکته عجیبش هم اینه، این نوار توسط آقای احمد منتظری منتشر شده در یه دقیقه وقت داریم مسئولانه، ولی که خب این میاد مخالفت میکنه و نکته عجیبش اینه که ایشون رابطه نزدیکه با بیت آیت الله منتظری داره. خیلی سپاسگزارم، ولی باید ساعت ها در این باب صحبت بشه، متاسفانه زمان ما گذشت. خیلی ممنون ازتون و ممنون از همیهندان گرامی. خیلی ممنون از شما، همچنین بینندگان از شما با هم بود. درود بر شما، موفق باشید. با تشکر از همیهندانی که به این برنامه توجه کردند و با سپاس از کارگردان برنامه آقای بهروز مشکینیار.